امروز پنجم شوال المکرم، دومین روز از هفته بزرگ داشت تخریب حرم مطهر عمه بقی علیهم السلام به شمار می رود. شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امسال نیز در هفته بزرگ داشت تخریب حرم عمه بقی علیهم السلام به ویژه هشتم شوال روز جهانی بقی مراسم های مختلف عزاداری و همایش برگزار می کنند. دکتر صادق عبادی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ تمدن اسلامی از تهران با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آی دکتر. سلام. بفرمایید. سلام علیکم. اساساً چرا و با چه انگیزه ای آل سعود قبرستان بقیع را تخریب کرد و آثار این تخریب چه بود؟ بله، به نام خدا. سلام به شما و بینندگان محترم. ببینید، اونچه که بیشتر در رسانه ها و میان مردم مطرحه، گویا اینا با انگیزه مذهبی و دینی، چون که وهابیت با بدعه به قول خودشون مخالفن، ساختمان مبارک و مقدس بقیع را در حدود 130-140 سال پیش تخریب کردن. ولی در واقع این تخریب انگیزه سیاسی داشت، چون که اگر مسئله مذهبی و دینی بود که خب باید قبر پیغمبر هم که ما مخالف با این کار هستیم اونم تخریب میکردم، در اونجا برخی صحابه و خلفا و اهل بیت هم مدفونن و مراقد دیگه که خوشبختانه نشده. اینها دو دلیل این کار را در اون زمان انجام دادن. اول یک نوع ایجاد ترس و وحشت نسبت به دیگران، و اینا مسلط بر حکومت با زور شدن و تا الان هم هیچ مشروعیت قانونی حکومت آل سعود نداره، با زور شمشیر حکومت رو گرفتن و بقیع رو تخریب کردن که مسلمونا بترسن و بقیه هم بترسن، و به خصوص در عربستان ما اقلیت شیعه هم در مدینه داریم و هم در جیزان داریم و هم در منطقه شرقی. دلیل دومشون باز هم انگیزه سیاسی است که یه پایگاهی برای غیر وهابیت نباشه. آیا درخواست برخی از مقام‌های روحانی عراق برای بازسازی بقیع تأثیری بر سیاست عربستان سعودی دارد؟ ببینید، قضیه از همون سال 1305، 140 سال پیش که تخریب شد بقیع، 3-4 بار اقدامهای جدی برای بازسازی شد. در همون وقت دولت عثمانی اقدام کرد که قول دادن انجام ندادن. بعد دولت ایران خیلی جدی وارد این کار شد، خصوصا بعد از حمله دوم، چون که اینا اولین بار سال 1350 مقداری از بقیع خراب کردن. حمله دومشون 100 سال پیش بود، 1344، که کاملا بقیع رو که به نام یوم الحد بود تخریب کردن، که همون هشت شواله. و باز هم ایران اقدام کرد، مدتی روابط دولت وقت ایران با عربستان سر همین مسئله تیره بود و اقدامهای شخصی به نام آقای فسولی حائری که موفق نشد، بعد زمان ملک عبدالعزیز بود. یک سالهایی در زمان باز هم ایران، زمان شاه، در پاکستان کنفرانس بزرگی شد که نماینده آقای بروجردی بود، آقای کاشف الغطا بود، سید العراقین بود و دیگران. و باز هم عربستان قول میداد، ولی قول الکی که بتونن زمانو بخرن. و بعد هم که هم آقای موسی صدر یک اقدام ظاهری کرد، و به خصوص آقای مرحوم شهید سید حسن شیرازی که اقدامهای جدی و اساسی کرد، و گویا نقل قوله که همین دیواری هم که دور بقیع کشیدن با پیشنهاد و کوشش های آقای شیرازی بود. حالا این اقدام هایی که الان مطرح شده، به نظر من اولا این درخواست ها باز هم انگیزه سیاسی داره، انگیزه مذهبی نیست. و دوما این که عربستان سعودی
هیچ جواب مثبتی به نظرم نمیده، چون که هنوز مسئله رو با یک نگاه سیاسی میبینه، فکر میکنه که مثلا اینجا پایگاه تشیعه، در زمانی که شیعیان به جز زیارت قبور و احترام به مقامات کاری دیگه ای انجام نمیشن. به نظر من تنها را بفرم. آقای دکتر، آیا مطرح شدن این درخواست به نفع شیعیان جهان هم خواهد بود؟ ببینید، به نظر من از راه دیپلماتی و از راه روابط حسنه بهتر میشه به نتیجه رسید. شیعیان تا به حال هیچ جا که مقاماتی مذهبی بوده کار سیاسی نکردن. ما الان در کشورهای مختلف به جز عراق، ایران، مصر، سوریه و اردن باز هم مراقد مقدسه ای داریم که اگر راهی برای شیعیان باشه فقط ادای احترام و زیارته. اینه که به نظر من از راه زور و فشار و تبلیغات برعکس عکس العمل منفی داره، به جز روابط خوب و اطمینان بخشیدن به که اینم یه مراسم احترام به مقامات بهتر جوابگو هست. تشکر میکنم آقای دکتر. خواهش. دکتر صادق عبادی از تهران با ما بودند.